همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه چالش دیگه داریم از Try Hack Me به اسم Leon Yu. این چالش رو بریم و ببینیم که چجوری حل میشه. من خب چالش رو استارت زدم، یکی دو دقیقه هستش، آی پی رو به من داده و در واقع به Try Hack Me کانکت هستم. فقط پینگ این آی پی رو هم با هم یه دور ببینیم. پینگ میکنیم این آی پی رو که اینجا وجود داره در واقع سیستم کالی لینوکس من و سیستم اصلی هم این پینگ وجود داره. خب میتونیم کار خودمون رو شروع بکنیم. قبل از هر چیز یادمون نمیره که میتونیم اینجا یه نوت هم برداریم. خب کار خودمون رو با nmap مثل همیشه شروع میکنیم. scsvip- در واقع on میتونیم بذاریم و بنویسیم nmap.out. بذاریم این در واقع اسکن انجام میشه تا ببینیم چه اتفاقی میفته. در همین حین میتونیم بیایم و ببینیم آیا وبسایتی هم روی این آی پی بالا هست یا نه. خب غالبا چون وبسایت رو ارائه میدن میتونیم اینجا چک بکنیم که بله یه وبسایت اینجا وجود داره، Arrowverse. خب این از این nmap چطور پاده برش میفته؟ اوکیه. یه ویو پیج سورس بگیریم ببینیم اینجا چیزی به اون میتونه نشون بده یا نه. خب اینجا که چیزی نمیبینم. اوکیه. میتونیم یه سری مسیرها رو چک کنیم، مثلا robots.txt رو با هم ببینیم اگر داشته باشه، که نداره. خب nmap هم جوابش اینجا اومد. من این پورت هایی که روش باز هست رو میتونم اینجا ببینم. پورت 21 FTP رو داریم، 22 SSH رو داریم و 80 که الان در واقع نگاش کردیم لاگین هستیم و RPC bind. خب من میتونم بیام و یه در واقع تیم مارکس اینجا باز کنم و اینجا داشته باشیم مثلا nmap.out رو همونجور که مشخص هست روی این پورت ها میتونیم کار بکنیم. FTP رو هم اینجا داریم بچه ها. بحث Anonymous Login روی FTP اینجا خب کاملا میتونیم تستش بکنیم. همین تست میکنم همین الان. FTP میزنم به IP که کپی کرده بودم و کانکت بشیم با یوزر Anonymous. خب میبینیم که داره به ما لاگین فیل میده اینجا، پس نمیتونیم از Anonymous استفاده بکنیم. خب برگردیم به این وبسایتی که اینجا در واقع داریم و ببینیم آیا میتونیم به نحوی دایرکتوریایی که اینجا وجود داره رو فاز بکنیم. خب میایم اینجا، من در واقع میام و فازینگ خودم رو شروع میکنم. میتونیم از همین پیلود استفاده کنیم و حالا پیستش رو تغییر بدیم. خب اینو برمیداریم میذاریم اینجا و فاز رو میتونیم توی این نقطه انجام بدیم با رفت میدیوم دایرکتوریز تا ببینیم که چه اتفاق میفته. میتونیم فیلتر کد بکنیم 403 رو و بره جلو. خب فاف داره کار خودش رو اینجا انجام میده، ارور نگرفتیم و بره جلو ببینیم که چی میشه. این سمت باز حالا اینجا چیزی که دیتک کرده و پلایزر فقط آپاچی HTTP سرور هستش. من منتظر میمونم تا ببینم نتیجه از اینجا حاصل میشه یا نه. یه مقدار کند هست، میبینید که ریکوست پر سکندش کمتر هستش. خب یه مقدار باید زمان بهش بدیم. دیگه چی داشتیم؟ بیایم و اینجا رو با هم نگاه بکنیم. 80 داریم، هیدر رو برامون رو برده، تایتل رو برده، SSH و VSFTPD302. خب تا فاف کار خودش رو انجام میده ما میتونیم مثلا بیایم سری مسیرها رو مثلا ببینیم وجود داره یا نه. مثلا ایمیج وجود نداره، مثلا داکس وجود نداره،
اینجا باید سب بکنیم یه سری دیتا رو به ما نمایش بده. خب تو نتیجه فازمون دیدیم که یه دونه در واقع بر ما چیز پیدا کرد به اسم آیلند و داره کد 301 میده. میتونیم اینو بریم چک بکنیم سلش آیلند. خب اینجا نوشته Oh no, don't talk. I was expecting you at this moment. I will meet you there. You should find a way to lean you. As we are planned, the code word is یه چیزی جای خالی. خب اینجوری هم مشخص شد، یعنی با هایلایت کردن که اینجا این شکل نوشته. میتونستیم پیج سورس رو هم ببینیم. یک بار ضرر نداره. گو 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 و ما اینجا یه چیزی داریم به اسم The code word is چی؟ ویگیلانته یا ویجیلانته. حالا بر صورت من اینجا می نویسم. یه دونه کود داریم به اسم حالا ویجیلانته یا ویگیلانته هرچی که هست. حالا این می نویسم، فعلا نمیدونم چی هستش و فعلا همین گیرمون اومده از فازی که انجام دادیم. همچنان داره انجام میده، یه مقدار فاز با صورت کمی داره انجام میشه، ولی خب میذاریم انجام بشه. در اینجا میتونیم چیزی رو پر بکنیم. خب این کار که انجام دادیم، وب دایرکتوری که پیدا کردی آیلنده، نه آیلند نیست. What is the web directory you found؟ ما آیلند رو پیدا کردیم. What is the file name you found؟ حالا اینا کاری نداریم، ولی خب آیلند بود دیگه، چیز دیگه یه هینتش رو میتونیم نها کنیم. آه بچه ها ببین نمیشه این نامبرز. خب پس دایرکتوری که باید پیدا بکنیم به کلمه نیست انگار، به عدده. خب میتونیم یه سری عدد مثلا فاز بکنیم. من توی این ورد لیستی که الان دارم انجام میدم خیلی عدد و اینا نداره. میتونیم یه ورد لیست بسازیم، مثلا عدد توش بذاریم یا از اینجور کارها. بیا همین کار رو بکنیم. پس من اینو متوقف میکنم، فاز خودم رو با عدد انجام میدم روی همین مسیر، یعنی این نقطه. خب میتونیم از حالا وردیستای آماده هم استفاده بکنیم. میتونم یه دونه خودمون سر اینجا بسازیم. مثلا من میگم سیکونس یک تا برزن 5000، بالا شاید هم بیشتر باشه، فقط دارم تستی میسازم. برزش تو numbers.txt که اگر ما در واقع تیل numbers.txt رو ببینیم، ببینیم تا 5000 وجود داره. خب فازمون چجوری بود؟ فازمون اینجا بود. ما میتونیم هم فازو این نقطه انجام بدیم، هم این نقطه که آیلند رو پیدا کردیم اینجا انجام بدیم. با توجه به این که ما یه دایرکتوری پیدا کردیم به اسم آیلند و بعد از ما خواسته که به صورت عددی دایرکتوری رو پیدا کنیم، من اول میام زیر شاخه آیلند رو فاز میکنم و بعد میتونیم بیایم و حالا جای دیگر رو هم تست بکنیم. فقط اینو پاک میکنیم به این شکل و به جاش numbers.txt رو میذاریم و شروع میکنیم. خب این فاز هم میذاریم که انجام بشه. یه مقدار تعداد request per secondمون کم هست، ولی خب به هر صورت وضعیت اینترنت شاید که این اتفاق میفته یا وی پی ام به هر شکل یه مقدار کند هستش. میذاریم انجام بشه. پس ما اینجا باید عدد وارد بکنیم زیر شاخه اینجا آیلند. مثلا چه میدونم یه عددی میذاریم اینجا 1000، یه چیزی اینجا شاید باید باشه. این فاز باید به نتیجه برسه تا 5000 میتونه بره جلو و بعد از اون هم اگر نیاد شد حتی بیشتر هم انجام بدیم، ولی یه مقدار این راهنمایی هم که اینجا کرده گیج کننده است که منظورش اینه که دایرکتوری اصلی زیر شاخه دامین اصلیه یا به حال فازه دیگه، بعد انجام میدیم. بعد بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته تا این فازه به نتیجه برسه. خب بیاید یه دونه 2100 پیدا کردیم بچه ها. 301 هم داره میده. خب بله مثل این که همین بود. بزنیم ببینیم همینه. حتی اینجا نها کنیم این هم 4 تا 6 داده، یعنی همینه دیگه، یعنی یه عدد 4 رقمی.
درست. خب این اوکی بود، من میتونم دیگه فاز خودم متعاقب کنم، نیازی به یه ورد لیست خیلی طویل و اینا نبود. خب How Oliver Queen finds his way to Lian Yu یه ویدیو داده که خب اینجا هم پلی نشده. سورس رو ببینیم بچه، یه کامنت اینجا هست: You can avail your dot ticket here but how. How Oliver Queen. Oliver Queen یاده Oliver Twist میافتادن. Finds his way to Lian Yu. خب چجوری راش به سمت Lian Yu پیدا میکنه؟ اینجا نوشته که میتونی dot ticket. بچه این dot ticket یکم این dot گذاشتنه، میبینید اینجا یه مقدار چیز هستش در واقع مشکوکه، یعنی حالت پسوند داره انگار یه چیزی داد تیکت. خب ما میتونیم بیایم یه کار دیگه انجام بدیم. چقدر فازن در فاز شد ببینید، مثلا باز یه استپ بیایم جلو. ما الان 2100 پیدا کردیم دیگه، درسته؟ احتمالا همین مسیر رو بعدی بیایم جلو و بعد بگیم فاز دات تیکت، درسته؟ فاز دات تیکت همچین چیزی و یه ورد لیست پیش بدیم. حالا یه ورد لیست خوبم خود کالی داره توی قسمت ورد لیست، نه اینجا دیایر ماستر که بیایم یه دونم. اینم خیلی به من کمک کرده، دایرکتوری لیست 2-3 میدیوم. احتمالا چلنج ها هم از این دایرکتوری، یعنی در واقع از این ورد لیست میدن کلماتی که این تو باشه. اینم ورد لیست بزرگی هستش، ولی به هر صورت فاز خودمون رو به این شکل میتونیم اینجا انجام بدیم و بنویسیم فاز دات تیکت دات دش ای هم میتونیم استفاده بکنیم. اینم اوکیه. من این رو دوباره میذارم که فازش انجام بشه. آه نه، یه دونه تگ کد اینجا کم داشتیم، یه بار دیگه. خب این هم فازیه که به نسبت حالا با توجه به این امروز که اینجوری شده ریکوست ها یه مقدار کنتر داره میره، یکم بهتر شد. بعد بذاریم این فاز هم انجام بشه تا به نتیجه برسه، ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب یه مدتی زمان برد من ویدئو رو مجبورم پاز کنم و به این نقطه رسیدم که در واقع این گرین ارو رو برای من پیدا کرد. بچه من فاز دیگه ای هم انجام دادم، مثلا قبل این نقطه هم فاز انجام دادم، فاز داد تیکت انجام دادم و دوباره به نتیجه نرسید، دوباره همین رو ادامه دادم و چون این مقدار کند بود و اینها یه مقدار از من زمان برد. یعنی باز، یعنی اگه حتی این ورد لیستمون هم جواب نمیداد، این دایرکتور لیست میدیوم، ورد لیست دیگه رو چک میکردم، چون این خیلی من رو در واقع مشکوک کرده بود به این قضیه که این وجود داره. خب حالا که در واقع ما گرین ارو رو پیدا کردیم، کافیه که بیایم و گرین ارو رو به این شکل میارمش اینجا دات تیکت به هم وصلش کنیم، اوکیه؟ و این رو ورداریم بذاریمش اینجا تا بالاخره ببینیم که چه نتیجه میگیریم. پس می نوشته اینجا This is just a token to get into Queen's Gambit. اوکی، این رو هم بر میداریم. این هم یه توکنیه که مثل اینکه اینجا به ما با داده. پس ما یه عرض کنم که یه دونه کد گرفتیم، یه دونه توکن گرفتیم. حالا ببینیم که بقیهش به چه شکله. خب ما الان چی داریم؟ یه کد داریم، ویجیلانته یا ویگیلانته، و یه توکن داریم. حالا ممکنه که در واقع بتونیم به طریق دیگه ای، مثلا بیایم و یه بار دیگه اینو نگاه بکنیم. یه SSH داریم، یه FTP داریم. مثلا بیایم و از این به عنوان یوزر، از این به عنوان پسورد استفاده کنیم برای FTP و SSH، ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا اگه من بیام و FTP بزنم به این IP یوزر نیم از من خواست، من بگم که ویلانته به این شکل و پسورد، ببینیم چه اتفاق میفته. نه لاگین فیل داد. SSH چی؟ مثلا بگیم SSH @sign 10 10 70 245
اگرم پسورد خواست در واقع این پسورد رو بهش بدیم. اینجا چی میشه؟ منتظرم تا یه اتفاقی بالاخره بیفته اینجا. خب اینجا هم از اون پسورد قبول نکرد با اینکه در واقع ما این رو وارد کرده. درسته بره. خب دیگه چی میتونه باشه؟ بچه این مقدار عجیب غریب هم هست. خب شاید این توکنه Base64 شده، چون چی بعید نیست که Base64 شده باشه. یه لحظه ببینم چک بکنیم. خیلی برش دارم. Base64ش کنیم. نه به هم میرزه. میبینید این نمیتونه باشه. Base32 مثلا. نه 58. ببینید اینجا به هم نریخ. دهود حالت معناداری پیدا کرد. اوکیه، پس اگه من الان بیت 85 اینم بهش میخوره، ولی اون یه مقصد معنا داشت. یعنی بیس 58 یا 58 چرا به هم ریخته بوده؟ من تو زدم، اینا تو هم درسته. من فرام باید بزنم. ببینید این به هم میرزه. وقتی فرام رو میزنیم به هم میرزه. فقط تنها حالتی که درست کار میکنه اینه، یعنی فرام بیس 58 هستش. خب من اینو کپی میکنم، احتمال قوی همینه. خب از این مساوی اینه. و یه بار دیگه هم سرویس SSH و هم سرویس FTP رو چک میکنم. یعنی بیایم اینجا بگیم که یوزر ما هستش در واقع این، و پسورد هم این. خیلی ساده. خب ببینید لاگین سکسسفول اینجا انجام شد. خب من میتونم بیام اینجا DIR بگیرم. ما اینجا سه تا فایل میبینیم، لیو می الان، کوینز گمبیت و aa.jpg. این سر و کارمون با سه تا عکسه. خب اینو برداریم، یه مقای رو سرعت ها کم شده ولی اوکیه، داره دانلود میشه و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بعدی رو بگیریم. این رو هم شروع میکنه دانلود و aa.jpg رو هم با هم باید ببینیم. پس این رو هم الان میگیرمش. اوکیه. خب اینجا فعلا کاری نداریم، میام بیرون و این دایرکتوری هستش که ما داریم. خب حالا اگر بخوایم مثلا فایل AA رو ببینیم، در واقع JPEG هستش، فایل leave me رو ببینیم، نوشته دیتا، عجیبه. فایل این رو بخوایم ببینیم PNG. خب بچه ها این leave me alone یه حالت عجیب غریبی به خودش گرفته. اصلا میتونیم عکس‌ها رو ببینیم تو چه وضعیتی هستن. من یه لحظه این رو در واقع بیارم بالا روی این سیستم. فقط یه لحظه ببینیم اینجا وضعیت چجوریه. خب 109 رو اینجا ببینیم. خب این لیو می الان. خب همونجور که ما اینجا هم دیدیم، در واقع دستور فایل به ما یه حالت دیتا فقط نشون داد، یعنی ببینید اینجوری نوع فایل رو به ما نشون نداد. خب این هم این برداره قسمت در واقع leave me alone رو به صورت به این شکل میاره. حالا این رو ببینیم و این رو ببینیم. یه همچین فایلی اینجا داریم و یک همچین فایلی هم اینجا داریم. خب اینها احتمالا بچه ها بحث استگنوگرافی داره و باید این رو چک بکنیم. مثلا
میتونیم بیایم و خب این اوکیه، مثلا بیایم با stack height info این رو ببینیم، aa.jpg رو ببینیم، میگه میخوای دیتای داخلش رو ببینی؟ اوکی، پس فریز میخواد که ما پس فریزش رو نداریم. با exit tool اگر نگاش بکنیم چی؟ خب فایل jpeg کامنتی نداره. exit tool بیایم و leave me alone رو ببینیم. بچه ها ببینید یه ارور داریم اینجا، فایل فرمت ارور داریم، یعنی فرمت فایل، یعنی فایل هاوی دیتا هست خب، ولی فایل فرمتش مشکله. حالا اونو بهش نگاه میدازیم. این چیز رو هم با هم ببینیم، exit tool، این کوین رو با هم ببینیم. خب ببینید اینجا مثلا داره به ما درست نشون میده، حتی کامنت اینجا نداریم، ولی خب فایل پی ان جیه، فایل پی ان جیه. پس ما الان مثلا بیایم اینجا یه بین واک هم انجام بدیم روی این پی ان جیه، مثلا ببینیم چه اتفاق میفته. بین واک داش ای میتونیم مثلا انجام بدیم. خب این خطا رو پست رو معمول داره به ما میده که میگه از این استفاده کن. اوکی، run as root، این رو میزنیم و ببینیم آیا داخل این چیز به ما نشون میده یا نه. یه پوشه ای بر ما بس ساخته باشه، نه اتفاق اینجا نیفتاد. اوکی، پس اگر ما همین کار رو با leave me alone بخوایم انجام بدیم چی میشه؟ اینجا اتفاقی نمیفته. خب الان leave me alone یه مقدار داستان داره بچه، باید این رو یه چک بکنیم. این aa.jpg هم که پسورد میخواست، اصلا نمیشد دیگه کارش بکنیم. یعنی کل چیزی که ما آیدمون شد از این صفحه در واقع FTP، سه تا عکسه که یکیش پسورد میخواد، دوتاش هم اصلا اتفاقی دوش نمیفته، یکیش ولی فایل فرمت ارور داره میگیره. اونی که فایل فرمت ارور داره میگیره رو میتونیم یه دونه بزنم. هکس ادیتو دارم؟ نه ندارم. بزن نصبش کنم. ما هکس ادیتو یه لحظه نصب کنیم، بیایم و اون فایل رو یه لحظه با هم نگاه بکنیم. خب هکس ادیت میکنیم فایل لیو می الون رو، همون که داشت به اون خطا میداد. خب ببینید بچه‌ها داستان چیه؟ داستان اینه که فایل ما از نوع PNGه. خب من یه لحظه بیام بیرون. خب ما فایلمون چیزی که گفته، ببینید این که اصلا هیچی داری اینجوری نیره، ولی دات PNG، ولی PNG ببینید ما هکس ادیت رو که میزنیم، اولین کاراکتری که با شروع شده 5845، در صورتی که ما اگر png magic number رو نگاه بکنیم، مثلا تو ویکی‌پدیا فرضاً png magic number، بذار پیداش بکنم چند تا پیدا میکنه. خب اینا هاشش، ببینید image encoded، اوکی important اینکه هیچی توضیحشه. ببینید یه دونه این ستون چیه؟ ستون ایزو. اوکی، یه هکس سیگنیچر دارن اینا بچه ها که ما میتونیم بیاییم و دیگه چی پیدا کرده؟ اینکه هیچی. خب همینه، این یکی فایله که پیدا کرده بود پیک اپ ان جی، کاری به این نداریم. این درسته. خب 89 54 E 47 0 اینجوری شروع میشه. خب ولی این 58 45 6 F، یعنی اصلا اینو نداره، این ماجیک نامبر رو نداره. حالا ما با هکس ادیت میتونیم بیایم و این ماجیک نامبر رو بهش اضافه بکنیم. خب یعنی من میتونم بیام این اعداد رو اینجا خیلی راحت وارد بکنم و اون فایل فرمت ارور رو از بین ببرم. خب پس کافیه که من بیام و مثلا 89 54 E رو اینجا وارد کنم. اوکی، من میام و 89 54 E، اشکال نداره، داره رو عدد قبلی اوورراید میشه، اون حال نهایتا یه مقداری از تصویر رو نخواهی داشت.
این 47 صفر دی صفر دی اوکی داره بقیه شد صفر دی صفر ای یک ای صفر ای صفر دی. خب ما اینو پاک میکنیم پس 54 ای 47 رو وارد میکنیم 47 صفر ای صفر دی صفر صفر دی صفر ایه صفر دی صفر ایه صفر دی صفر ای یک ای صفر ای یک ای صفر ای. خب من اینو اینجا میبندمش یه باری هکسدیتش رو با هم ببینیم 58 45 سیف نشد چرا 89 50 نشد چرا 89 50 تو نه چجوری؟ اوکی شد 89 50 4 ای 47 4 ای 47 صفر دی صفر ای صفر دی صفر ای یک ای صفر ای. این که درسته. دوباره ببینیم خب الان درست 89 50 4 ای 47 صفر دی صفر ای یک ای صفر ای این اوکی. خب حالا من یه بار دیگه میام و فایل لیو میلون و اینجا همینه دیگه یه بار دیگه میبینیم ببین بچه ها درست شد و جالب اینجاست که just leave me alone حالا تنها بذار اینو تنهاش نذاشتیم یه آیتم به ما نشون میده here take it what you want password همین خیلی ساده و علکی و چرت یه پسورد به ما داده احتمالا خودش منظورش کلمه در پسورده. خب پس بچه ها اینجا چی شد؟ ما اینجا اومدیم و از طریق هکسدیت اون فایل فرمت ارور رو حل کردیم. حالا اگر بیاییم دوباره به لیو میلون نگاه بکنی ببینی الان چرا داره به من فرمت درستش نشون میده؟ چون من سیگنیچرشو بهش دادم، یعنی این تیکه که مرتبط با پی ان جی همه فایل دیگه هم همینجوری انا، یعنی یک هکس سیگنیچری دارن همونجوری که توی این در واقع جدول نوشته که این هکس سیگنیچر هم اولش وارد میکنیم در تشخیص داده میشه که فایل از چه نوعی هست. خب حالا ما یه پسورد گرفتیم که پسورده اوکی آها ببینید خب ما یه چیزی داشتیم دیگه مثلا aa.png داشتیم پس ما یه stack hide info دوباره میزنیم میگه میخوای دیتای توشو ببینیم میگه پسورد چی؟ من میگم همون پسورده بله درسته ببینید ss.zip اینجا به ما داد. خب ما این رو الان استخراجش میکنیم میگم stack hide extract AA چی بود؟ این تکس درستش؟ همچین چیزی بود دیگه داش select file to be embed select cover stego file داش SF بود بکنم select stego file extracting option select stego file dash p هم میتونیم بهش بدیم یا بپرسه. خب پس این نبود dash sf رو بهش میدیم میگیم اینو باز کن نه نشد چرا dash p هم dash sf رو بهش میدیم داش پی هم میتونیم بهش بدیم آنان کامان داش اس اف چرا داره خطا میگیره داش اس اف دیگه امبیدینگ آپشن اذیت میکنه سلیک فایل نیم فور اکسترکتد دیتا که هیچی فکر کنم این حالت اینجوری بود extract dash sf آره این بود میگم یک کلمه extractی داشت پسورد هم که میگه بچه ها پسورده. خب الان به ما چی داد؟ ss.zip داد. خب پس ما آنزیپش میکنیم خب
اوکیه، ما الان یه دونه فایل شادو همونجوری که اینجا نوشته شادو اضافه شده، این پس w.txt. من کت میکنم پس w.txt رو. This is your visa to land only on you just for fun, a small note about it, having spent years on the driver to be plan island common event running to dangerous people, the island is home. اصلا چه علکی دریوری نوشته. کت میکنیم شادو رو، که این شادو داخلش دوباره یه عبارتی وجود داره، این هم میذاریم کنار این و یه مقدار فکر میکنیم میبینیم که این چیه. اینجا شادو ممکنه اشاره بکنه به همون شادو پس دبلیو دی، البته به این شکل نوشتتش. خب ما الان یوزر FTP ویجیلانته رو داریم، حالا ممکنه برای SSH این باشه، یعنی این عبارته باشه. اوکی، پس ما این همه در واقع کد و توکن و اینا پیدا کردیم، نهایتا الان احساس میکنم که با ویجیلانته و این پسورد بتونیم وصل بشیم. اینم نوشته متا هیومن. خب SSH میزنیم با ویجیلانته و این پسورد، این برش میداریم، پسورد رو وارد میکنیم، نه پرمیشن دینایت میده، وصل نمیشه. چرا؟ خب پس ما به SSH هم اینجا نتونستیم وصل بشیم. خب این چلنج چرا انقدر با ما مشکل داره؟ الان ما دیگه، یعنی الان بعد 100% چی میبود؟ پسورد SSH ویجیلانته، ولی نبود. ما از ویجیلانته فقط یه دونه FTP داریم، تازه اینا بیس 58 بود و تونستیم کانکت بشیم. میتونیم یه بار دیگه وصل شیم، ویجیلانته مثلا پسوردش عجیب غریب بود، یه بار دیگه اینجا کپیش میکنیم و وصل میشیم. اینجا چی گرفتیم؟ سه تا فایل گرفتیم، ایناست و همین. اگه ما دایرکتوری نویگیشن هم داشته باشیم که داریم بچه ها، اوکی، پس ما تونستیم یه دایرکتوری بیاییم عقب. حالا یوزری داریم به اسم اسلیت، پس یه چیز جدید داریم الان، یه یوزر به اضافه ویجیلانته. پس بچه این کد در واقع کد یوزره دیگه ها. ما یه یوزر دیگه داریم به اسم اسلیت که این پسورد میتونه پسورد SSH اسلیت باشه، میتونه حالا چیز دیگه باشه دیگه. حالا این چلنج چقدر ما رو خواهد اذیت بکنه. میایم تو اسلیت، اگه بتونیم fail to change directory. نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون دسترسی نداریم اینجا، در واقع سیدی اسلید انجام نمیشه، ولی خب یه یوزر داریم. حالا میتونه، حالا این پسورد اسلید باشه به جای ویجیلانته. پس ما یه بار دیگه این سری با یوزر اسلید وصل میشیم و پسوردی که بهش بدیم این پسورد متا هیومن رو اینجا میتونیم بهش بدیم. اوکیه بچه ها، دیدین الان ما نیاز داشتیم یوزر رو پیدا بکنیم، پس ما در حال حاضر تونستیم به SSH متصل بشیم. Welcome to Leon U. اولین کاری که میکنیم مثل همیشه Uname-A میگیریم، همچنین که مشخصه Debian 3.16 اینجا داریم میبینیم. کت میکنیم /etc/os-release رو به این شکل و اینجا میتونیم ببینیم که در واقع دبیان ورژن آیدی 8، ورژن 8 و به این شکل. خب دیگه چی؟ الان کجاییم؟ اینجاییم. دو تا بیاییم عقب، یعنی یکی بیاییم عقب. اینجا میتونیم ویجیلانته رو ببینیم، ls ویجیلانته. خب اون ستا فایلی که گرفتیم اینجا هست بچه، اینجا وجود داره و ما میتونیم الان بیایم داخل همین پوشه اسلیدی که نتونستیم با FTP ببینیمش، الان اینجا ببینیمش. ما اینجا یه user.txt داریم، این چی میگه؟ خب اینجا داره در واقع فلگ try hack me با میده، من اینو بر میدارم. اصلا چند دقیقه هستش که این try hack me رو نیومدیم و چک نکردیم، یه رفرش میکنم.
شانس بیاریم زمانمون تموم نشده باشه. نه هنوز داریم. اوکیه. What is the file name you found؟ بچه اول این فلگ یوزر رو من بدم. اینجا آخر پیدا کردیم. What is the file name with SSH password؟ او فایلی که توش پسورد SSH بود منظورش چیه؟ اون فایلی که a.jpg چیو میگه؟ نه اونو نمیگه. What is the file name you found؟ خیلی فایل پیدا کردیم. کدومشو میگی؟ کدومشو میگی؟ الان یعنی هینتشو ببینیم. How you search file directory by extension؟ آهان این چیزه رو میگه. این تیکت رو که پیدا کردیم منظورشه. اینه. Green arrow dot ticket. چون رفتیم و اینا رو پر نکردیم. What is the FTP password؟ پسورد FTP چی بود؟ پسورد FTP که زدیم این میتا هیومنیک SSH بود برای ویجیلانته. پسورد بود دیگه ها. نه با FTP بس شدیم. اینه منظورش. که من قدم پسورد پیدا کردم قاطی کردم. What is a file name with SSH password؟ آها میگه اون فایلی که توش شادو رو میگه. اوکی خب توی شادو فایل در واقع پسورد بود دیگه. اوکی اینم از این. حالا حرف لگار زدیم root.txt مونده پس ما باید اینجا root بشیم. خب حالا بیاییم و cat/etc/crontab رو نگاه کنیم. هیچی نداریم. sudo-l رو نگاه میکنیم. پسورد slate چی بود؟ meta-human. اوکی. خب بچه ما اینجا میتونیم درسته با دسترسی در واقع root بیایم و user bin pk.exec رو اجرا بکنیم. اگه من pk.exec رو صدا بزنم چی میشه؟ خب یه دونه منوال به من میده help و سید pk.exec manual page for more detail. اگه dash help بزنیم چی میشه؟ همین رو نشون میده. dash disable internal agent dash user username. خب بچه ببینید کار این چیه. اوکی داشتش ورژنش هم بد نیست چک بکنیم. چیز علکیه آن چون احتمالا اسم من در آوردیه. من میکنیم در واقع pk.exec رو ببینیم. اوکی execute the command از another user. اوکی پس pk.exec execute a command از another user. داشتش یوزر بهش میدیم و بعد پروگرام رو بهش میدیم. اوکی یعنی pk.exec. اوکی من میام و میگم داشتش یوزر ls مثلا. نه داشتش یوزر ندادم دیگه. داشتش یوزر root مثلا ls. خب یه اتفاقاتی داریم. authentication for فلان بیسار. authentication is needed to run /bin ls as the super user. authentication as root. پسورد root رو یعنی الان از ما میخواد یا همین اوکیه. error executing command as another user not authorized. this incident has been reported. خب پس اینجور که مشخصه ما این سینتکس که دادیم درست کار میکنه. ولی خب بذارید ببینیم که مثلا بش به ما میده. نه این پسورد روت و مدام داره از ما میپرسه. sudo -l یه بار دیگه نها کنیم. user bin pk.exec اگه من ویچ بگیرم
پیکا اگزیک رو یه مقدار این ترمینال لگی شده، هر کدوم میزنم بعدی پاک میشه، میگم which pika exec usr bin pika exec. خب ما میتونیم بیایم و absolute بهش usr bin usr usr slash bin pika exec رو بدیم. اگه همجوری خام اجراش بکنم، خب بچه ها ما میتونیم دشش یوزر رو بهش ندیم، اوکی، چون آپشناله اونجا مشخصه. بعد حالا من میگم اصلا الیس کن، اوکی، اتنتیکیتینگ از رود نمیشه. اگر بگم اسلش بین بش رو به من بده چی؟ اتنتیکیتینگ از رود دوباره. خب الان من اینو بهش پاس بدم، اوکی شد، اوکی شد، نه اوکی نشد، not authorized this incident has been reported. قاعدتا نباید اینجوری میشد. دارم آقای من سودو دشکل الان مجوز اینو دارم که این رو اجرا بکنم. خب پس با سودو اجراش میکنم، میگم usr bin pika exec slash bin bash. اوکی، به همین سادگی ما یوزر روت شدیم. بچه‌ها ما بس سودو رو در واقع اینجا وارد می‌کردیم تا بتونیم از اون قابلیت استفاده بکنیم. عجیب و جالب بود. من دوست دارم بیام و یه بار دیگه اینجوری هم چکش بکنم اون الیسی که داشت ریپورت می‌کرد رو. اوکی، با در واقع سودو، چون ما در واقع سودو داشل پرمیشن‌های سطح دسترسیمون رو چک کردیم که برای اجرای دستوراتی با سودو باشه. و خب این به ما اجازه رو داده بود اگر که در واقع به این شکل اجراش میکردیم. اوکی، پس ما الان به همین راحتی اومدیم یک کامندی رو اجرا کردیم. حالا یه سوتی هستش که روی باینری وجود داره و در واقع یوزر روت شدیم، cd/root و کت میکنیم root.txt رو برای اینکه فلگ آخر رو به دست بیاریم. چه فلگ عجیب و غریبی هم داره، slide will become stroke. این کل فلگ هستش، فلگ طولانیه ما هستش. my word is my bond, if I accept your contract then it will be completed or I'll be dead. اوکیه، جالب بود چون که هم استکنوگرافی داشت داخلش، همینه دیگه، درسته؟ submit. بله، این فلگ ما هستش، فلگ آخر و تمام. استگنوگرافی داشت داخلش، پریویژن دیسکریشن از نوع در واقع یه نوع باینری که دسترسی میداد به ما که بتونیم کامند اجرا بکنیم با صد دسترسی دیگه‌ای که داخل پرمیشن‌های سودومون دیدیم. و در کل چالنج جالبی بود. ممنون که تا انتهای ویدیو دیدین، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.